رژیم آخوندی تأمین هزینه های صدور تروریست و بنیادگرایی به کشورهای منطقه از جمله سوریه و همچنین هزینه های پنهان دور زدن تحریم های جهانی برای دسترسی به سلاح هسته‌ای را بر سر فقیرترین اقشار جامعه سرشکن می کند. اینک نوبت به کودکان رسیده است. در جدیدترین نمونه اکبر میرشکاری معاون امور فرهنگی کمیته موسوم به امام از محرومیت 12,000 کودک تحت پوشش این کمیته به بهانه شهریه‌های بالا خبر داد و سعی کرد تقصیر را متوجه وزارت آموزش و پرورش کند. او گفت رایزنی‌های ما با آموزش و پرورش تا کنون به نتیجه نرسیده است. البته خود آموزش و پرورش رژیم نیز از زیر تعهدات خود شانه خالی کرده و مردم را به سمت مدارس غیر دولتی موسوم به غیر انتفاعی تشویق می کند. فرشته حشمتیان معاون وزیر آموزش و پرورش رژیم در روز یکشنبه 28 آبان به خبرگزاری حکومتی ایرنا گفت دانش آموزان مدارس غیر دولتی امسال حدود 10% افزایش یافتند و در مجموع 10% از دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند. کمیته موسوم به امداد خمینی هم هر سال مبالغ هنگفتی برای صدور ارتجاع و جذب عناصر مورد نظر در کشورهای افغانستان، عراق، تاجیکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، بوسنی، کمر و بسیاری کشورهای دیگر سالانه هزینه کرده و میلیون‌ها دلار به بورس تحصیلی برای اتباع سایر کشورها اختصاص می‌دهد تا بتواند افراد مورد نظر خود برای صدور تروریست را از میان آنها صید کند. بخشی از هزینه و بار مالی این اقدامات جنایتکارانه را کودکان اقشار محروم مردم ایران به صورت محرومیت از تحصیل می‌پردازند.